سلام، توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری دیگه هیچ وقت ترپ نخورین. ترپ ها رو چه توی خونه باشن، چه بیرون خونه، چه توی چمن، هر جا باشن بتونین ببینینشون. کنارش هم میخوام بهتون یاد بدم که جلوی شاتگان چجوری بازی کنین و یه اسنایپر جدید با اتچمنت جدیدم براتون آماده کردم. بزنین بریم سراغ ویدیو. قبلش هم یه هایلایت ریز ببینیم. Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So pessimistic from the past. All the good things end up in caskets. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ دوباره برگشتم با یه بازی توپ دیگه. اول بازی هم لند کردم اسکای تن، گفتم شاید چند تا پلیر بیاد که نیومد. سریع هم از اونجا یکم لوت کردم و هلیکوپتر رو برداشتم و رفتم یه جای دیگه. اولش رفتم سانیتریوم که سانیتریوم مشکی نبود. بعدش هم رفتم مارکت که صدا تیر می کنم. اینا چرا همش دارن دونه دونه میان؟ چرا تموم نمیشن؟ این اولی رو زدیم، دومی هم داره فرار میکنه. نداشت گیر کرده بود کجا؟ اسمش امیده. اوه داشت هم امید. اینجا اومدم اسپیم رو پر کنم، بعد دیدم منطقه خطریه، گفتم هلیکوپتر رو بگیرم برم. هلیکوپتر قفلی زده بود. یعنی بعضی موقعا که میخواین میخواین هیچی استفاده کنین، وقتی که گیرین اصلا نمیشه. هلیکوپتر به 1001 جا گیر کرد. آخر اومدم اینجا، اینجا یه پلیر بود صدا پاش میومد. بات بود یه ساعته. بابا صدا زیپلاین بلک اومد. اسنایپ هم دارم. این خط بگیریم. این چه خبره؟ تیر که استام که نمیخوره. هر 10 تا جاب یکیش خورد. پشمام دو تاش خورد. مگه داریم بریم. امروز مثل این که روز خوبی برای اسنایپ کردن. یه نفر دیگه هم ایبون زد. داپس چطوری؟ خدایا توبه کرده بودم تو آسمون کسی اون نزنن. یه بار بند شدم. ولی خب چه میشه کرد؟ باید تو آسمون زد. تو آسمون زد که کلا حرف درست نیست. آقا یعنی چی تو آسمون زد؟ خیلی زشته واقعا. نمیدونم این امید کی میخواد هدف شه. چیزی بهتون نشون بدم که دیگه به قدرت باتا شک نکنید. ناکنین یه هدشات میخوره هیچی اصلا آخر نمیگه. تیر اندازه میتونه. یعنی شاخ بودن دیگه از این بیشتر، شاخ شکنی از این بیشتر. بریم ایدراب یه دونه اسنایپر برداریم. این هم اتچمنت اسنایپر جدیدم DSQ. این اتچمنتی که بچه تو بازی استفاده نکردم، تو بازی اتچمنت دیگه است، ولی به نظر این اتچمنتی که الان برای شما گذاشتم خیلی اتچمنت بهتری. از اونجا هم بریم فارم، چون که جای دیگه پلیر نبود. بیشتر موقع توی فارم بچه خودتون دیگه میدونین دیگه، فارم همیشه پلیر داره. بیشتر موقع ایرانی هم. این بالا یه صدا پای ریز داره میاد. بات یه اسکواد اون برا حالا. میگم چون هر موقع میخوام با این اسکواد درگیر شم سریع یه بات میاد جامو لو میده. اوف سه تا پشت سر هم. بچه برای این اسنایپر رو این اتچمنت رو بهتون ندادم. آخه این سه تا زدم تو طرف افتاد. خاطر همین اتچمنت قبلی هایی که روی ایدراپ بهتون نشون دادم به نظرم اتچمنت های بهتریه.
یه اسنایپ هم خطمو گرفته، به خاطر همین دیگه اینجا نمیتونم بمونم. اولش فکر کردم روی این برجکه، اصلا این روی این برجکه نبود. اصلا نمیدونم واقعا داره کجا میزنه این اسنایپ. اینجا مثلا این کلاسه رو زدم که برم کله این برم راش بدم رفت پشتم کلاسه. خدایا اینجا تا اینو زدم کلا من یکی اسنایپ پشتم، یکی این دومی، یعنی دو تا دیگه‌شون هنوز مونده. به خاطر همین سری اسکی بردم زدم فرار کردم. بمیر دیگه چه جونی داره. یکی هم به این زدیم، بیا یکی دیگه بخور. خدایی بیا یکی دیگه بخور. نه البته نباید بکشم اینو، الان اینو بکشم دیگه بازی تموم شد. خاطر همین باید از اینجا سریع دریم. البته همین الان صدای هواپیمای ریوایو اومد. یعنی چی؟ یعنی کیاروش ریوایو کرد، چون که رفت رو داکترشون دیدم. خاطر همین الان دوباره میتونم بکشمش با خیال راحت. آره چرا واقعا تیرا بهش نمیخوره؟ این تیرا دارم میزنم بهش، میزنه به هلیکوپتر. میگه داریم یه چند تا تیر بزنم که عصبی شه بیاد پایین. بیا بیا آفرین راش بده. آره آره همینه همینه، بیا اینجا. تاوشم مصطفی فکر کنم اشپیشو پر نکرد که اسنایپش کردم، خاطر همین خیلی راحت مرد. از اون ورم کوبیدم اومدم سنتریوم ببینم چه خبره که صدا هلیکوپتر میواد. اینا فبر بود تایید. این قضیه واسه اسکیبورد یکم خیلی خطریه واقعا، یعنی اصلا کلا اسکیبورد چیز بالانسی نیست. نمیگم باید حذف بشه، ولی این مشکلی که اسکیبورد داره اینه که صدا واقعا اونقدی نداره. خیلی از موقع صداش باگ میشه، یهو میبینی یه نفر با شاتگان وایساده یه قدم میاد، اصلا معلوم نیست از کجا اومده. همش هم به خاطر اسکیبورد و صداش که باگ میشه دیگه نمیشنوی. این دوتا هم بچا دیدین تا طرفو کشتم جام عوض کردم. خب چون که اونور قبل اینکه اینو بزنم صدا ایربورن اومد، میدونستم که یاراش رو هوا، به خاطر همین تا زدمش فرار کردم که یاراش مستقیم نیم رو سرم. تا اونا مشغولن که اونور منو پیدا کنن، چون که اونا الان فکر میکنن من اونجا دیگه. سریع اومدم اینجا یه ایدراف زدم، یاد چند تا آدر برداشتم و یه فنکم کشیدم. آره نکنی بچه این نگاه میندازم اونجا که ببینم اونا هنوز اونجا یا نه، ببینم اونجا چه خبره. از دوربین اسنایپرتون میتونیم بعضی موقع به عنوان یه دوربین استفاده کنیم، دورتر رو ببینید ببینید چه خبره. چون که بعضی وقتا خود بازی خب همینجوری که نگاه میکنیم پلیر نشون نمیده، ولی وقتی که با دوربین نگاه میکنیم با دوربین اسنایپر خب پلیر رو دوباره ظاهر میشن. یه فاصله ای حالا نمیدونم چند متر، مثلا 1000 متر اینا به بعد رو بدون دوربین نشون نمیده که حالا چه خبره. با دوربین نگاه کنیم قشنگ بهتون نشون میده. الان وضعیت دوباره اینجا قمر درقب، دوباره تا چند تا اسکواد درگیر شدن. یه بات اومد پشت من جامعه رو لو بده، نمیدونم این بات ها چی میخواهد جون من. این نکته بچه ها اینجا رو ببینید، الان من دارم اینا رو تیر میزنم، خب خیلی دقتم پایینه. دلیلش هم اینه که حواسم به اونا اصلا نیست، چون که هلیکوپتر تو آسمون یه نفر ایبورن زده، هر لحظه امکان داره یه نفر با ایبورن بیام بیشترم. به خاطر همین دقتم خیلی اومده پایین تر. یه چند تا کیل سیسماستی هم بدوزیم، یه دونه دوتا سومی نرسیدم. ای خدا ای خدا. ببینید دوباره صدا ایربون اومد، به خاطر همین تو همون لحظه دقتم اومد پایین. همینجا داشتم الکی تیم میزدم که شانسی کش بخوره. سری دوباره نگاه آسمون کردم ببینم ایربون روی آسمون هست یا نه، که اونجا اسموک زدن و منتظرم الان از اسموک بیام بیرون. ببینید بچه‌ها من خیلی از تیران به اینا میخوره خب، ولی از توشون رد میشه، یعنی کل بازی رجسترش نمیکنه. اسنایپر این مشکل هم داره دیگه. من خودم بیشتر موقع واقعا اسنایپر رو بر نمیدارم. الان دیگه امروز دیگه واقعا حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم برن سراغ اسنایپر. فکر کنم حداقل 3 تا از تیرام از توش رد شد و بهش نخورد. ببینید بچه بازی حرفه‌ای به این میگه کنار سنگ وایسادن خب صدا پا میاد، سری خودم رو دور میکنم. چرا؟ گفتم شاید 1% شاتگان داشته باشه، که همینجور هم بود و شاتگان داشت. چون که فاصله‌ام خیلی دور بود نتونست خوب دمیج کنه، راحت کشتمش. اینجا هم یاراش اومدن که بزننم، کلاسمون زدم که رفت توی باته و اون طرفی اسموک زد، به خاطر همین دیگه اینجا نموندم و سریع فرار کردم. دلیل فرار کردنم این بود که دقیقا نمیدونستم اینا چند نفرن. اومدم این ور با اسنان نگاه کردم، دیدم کلا یه نفر رو راحت 3 تا تیر بهش زدم و افتاد. حالا اشتباه این طرف بود که رفته و زیر کلاس مکانیک من. یه ماشین هم داره از اینجا میره که کاری از دستم بر نمیاد. تنها کاری که میتونم کنم یه کلاس پرت کنم، شاید بچسبه که جا خالی داد و نچسبید. ای خدا. اینجا هم اینا ریوایف شدن، برگشتن سر جاشون. از اینکه وست ندارن فهمیدم، اومدن سر لوتای خودشون. راحت هم زدمشون چون که موون نداشتن. ما این سر لوت خودشون داشتن لوت میکردن، اصلا موون نداشتن. حالا یه حرکت اشتباهی دیگه کردن این بود که هنوز لوتشون رو کامل نزدن، افتادن دنبال من. منم تا دیدم اینا چند نفرن سریع از این ور با اسنوبورد فرار کردم. کلا بچه بازی با اسنایپر تقریبا اینجوریه،
میرین اونورتر، فکر کنین 100 قدم اونورتر کلا فاصلتون رو تا میتونین با دشمنتون حفظ میکنین، مخصوصا وقتی که اسکوادن. میرین اونورتر مثلا فکر کنین 100 متر اونورتر و شروع میکنین بهشون تیر زدن. اینجا هم صدا پا میومد که کلاسمون زدم که ماشاءالله بات این باتا کلا اصلا این کلاس رو کلا میزن. بعد اونجا هم چند نفر اگه دیدین ریوایو شدن، به خاطر همین سریع رفتم اونجا ببینم چه خبره. بچه اینجا دیدین موومنت هم چجوری اینجا هم داد، طرف ندونسته من کجا اومد، حالا واقعا نمیدونم من کجا اومد، ولی موومنتی که داشتم سریع نجات هم داد. نکنیم با 6 تا اشپی اومدم بیرون از اونجا، یعنی اگه من اون موومنت رو یکم بد اجرا میکردم اونوان داشت همون یه تیر اضافه بخورم و بمیرم. از اونجا هم اشپی مو پر کردم و دورشون زدم و سریع برگشتم جای قبلی، یه دونه تیر زدم طرف شانس آورد که نمون. حالا اینجا بچه بازی با هوش رو ببینید، نکنید چون که زون داشت هولشون میداد دوتا گرنید کلاستر انداختم جلوشون دمیجشون کنه، ولی نخورد. حالا نمیدونم شوری کلاستر نخورد، دوتا اونا خوب بازی کردن، دوتا اسموگ زدن که نتونم بهشون تیر بزنم، ولی من کلا اونجا بمون نبودم چون که زون داشت میومد. طبق معمول خب رفتم یکم جلوتر که یه دیده بهتر داشته باشم، فاصله منو حفظ کرده باشم و دوباره باشون درگیر شم. این سری ولی دوتا تیرم ریجستر شد و دوتاش هم بهشون خورد. کلا بچه با اسنایپر اصلا نترسید، ها میتونین تیر بزنین، اصلا از اینکه تیرتون نخوره نترسید. ناکنین من همینجوری میزنم، اینکه یه سری از تیرها کلا بازی حساب نمیکنه، حتی اگه شما هم بزنید. به خاطر همین بیشتر موقع تا میتونین تیر بزنین. اینجا هم زون داشت کوچیک میشد، به خاطر همین سعی کردم که سریع خودم رو برسونم به زون جدید جای خوبش، ولی صدا پا میومد سریع کلاسمو زدم ببینم طرف کجاست، کلاسم طرف رو بگیرم. یه چند تا نکته بچه ها بهتون در مورد این کلاسه بگم. یکی اینکه کلاسه خیلی قویه، دو اینکه این کلاسه ضد ترپ مستره. حالا چرا؟ چون که وقتی که شما این کلاسه رو میارین دیگه هر جایی طرف ترپ بندازه، تو خونه هر جا باشه، پشت دیوار باشه، هر جا باشه تو چمن، این ترپ ها رو نشون بهتون میده، یعنی پشت دیوار هر جا قشنگ ترپ ها رو شما میتونین ببینین. این یه نکته. نکته دوم این کلاسه اینه که شما وقتی که این کلاسه رو میزنین، این کلاسه میره روی سر دشمنتون، سرعت دشمنتون خیلی میاد پایین، یعنی حدوداً 30% سرعت راه رفتنش میاد پایین. ADS هم که همینجوری که میدونین طرف دیگه نشونگیر نمیتونه کنه بهتون تیر بزنه، باید کیپ فایر بزنه. به خاطر همین وقتی که از این کلاس استفاده میکنین، اگه فاصلتون 15 متر باشه واقعا دهن دشمنتون رو سرویس میکنین. این نکتهش اینه. نکته دومش هم اینه که فاصلتون باید با دشمنتون حدوداً 10-15 متر باشه وقتی که میخواین کلاس رو بزنین. این کلاس هم بزنین و سریع راش بین روی دشمنتون. قبل از فایت آخر بازی هم ازتون از الان خداحافظی میکنم. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. عاشقتون.